انجمن قلم آمریکا، جایی که دنیای ادبیات، هنر و حقوق بشر به یکدیگر میرسند. سازمانی که شعار آن دفاع از آزادی بیان و مقابله با سانسور است. انجمن قلم همواره و مخصوصاً در یک سال گذشته و از آغاز جنبش زن زندگی آزادی تلاش کرده صدای نویسندگان، فعالان حقوق بشر و هنرمندان داخل ایران باشد. مهمان این هفته من سوزان ناسل، مدیر عامل انجمن قلم، معاون وزارت خارجه آمریکا در زمان باراک اوباما و معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل در دولت کلینتون. ممنونم خانم ناسل که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. اجازه بدید از یک سالگی قتل مهسا امینی به دست پلیس گشت ارشاد شروع بکنم. همونطور که میدونید یک سال از قتل مهسا امینی میگذره و از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران. فکر میکنید در یک سال گذشته وضعیت آزادی بیان چطور بوده و شما این وضعیت رو چطور بررسی میکنید؟ سالی شگفت‌انگیز، دلخراش و الهام بخش بود. ما زنان ایرانی رو دیدیم که قیام کردن، به خیابونا اومدن، روسری‌های خودشون از سر برداشتن، موهای خود رو قیچی کردن، خواسته های خودشون رو فریاد زدن، خود رو سازماندهی کردن و اعتراضات خود رو با قدرت و شجاعانه با وجود خطر بازداشت و مرگ اعلام کردن. ما شاهد مرگ دختران نوجوانی بودیم که در اعتراضات شرکت داشتن و تنها به دلیل فعالیت سیاسیشون از سوی رژیم مورد هدف قرار گرفتن. این واقعا شگفت‌انگیز انگیزه که این جنبش همچنان قدرت خودش رو حفظ کرده. شجاعتی که ما در خیابون‌ها می‌بینیم و این واقعیت که این جنبش از سوی زنان جوان هدایت میشه واقعا فوق‌العاده است. اونا با بدترین شرایط سرکوب مواجه هستند. حکومت ایران با وجود انگیزه فراوان و غیرقابل انکار این جنبش، به نظر میرسه همچنان بر استراتژی سرکوب و تلاش برای ادامه اون پافشاری می‌کنه. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در جریان خیزش انقلابی افتاد، پیوستن جامعه آکادمیک هنرمندان و جامعه مدنی به این خیزش بود. و همونطور که میدونید خیلی از هنرمندان و این فعالین دستگیر شدن. این وضعیت رو شما چطور بررسی میکنید؟ ایران has a vibrant culture, strong intellectual. ایران فرهنگی پویا، سنت روشنفکری قوی، دانشوران و هنرمندانی خلاق داره که راه نجات مردم کشورشون هستند و مانند پنجره‌هایی به دنیای خارج عمل می‌کنند. روشنفکران و هنرمندان آینده نگرانی هستند که چشم به فردای متفاوت دوختند، اما از دید حکومت این امری بسیار خطرناکه و اونها مصمم هستند این نیروی پیشرو رو مهار کنن و اجازه ندن دیدگاه‌های متفاوت در فرهنگ کشور مطرح بشه. ما با کانون نویسندگان ایران همکاری نزدیک داریم. اونا اکنون چندین ده هست که مورد هدف و سرکوب حکومتی قرار گرفتن. اعضا و رهبران اونا به زندان میرن چون رژیم متوجه هست که اونها افرادی تاثیرگذار برای این تغییر فرهنگی هستن و به دیگران الهام میبخشند. و در این نبرد بین دموکراسی و استبداد، من فکر میکنم فرهنگ سلاح بسیار قدرتمندیه. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده که صدای مخالفان خودش رو با سانسور خاموش کنه. آزادی بیان وجود نداره، آزادی رسانه وجود نداره و مردم به سختی میتونن نظرات خودشون رو اعلام بکنن یا در موردش حرف بزنن. فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی تلاش داره که صدای مخالفانش رو خاموش بکنه و از این جور سانسورها استفاده میکنه؟ من فکر میکنم وقتی شما به قدرت و زور به عنوان منبع اقتدار خودتون تکیه میکنید، این اقتدار ذاتاً شکننده و آسیب پذیره. شما متوجه میشید که تسلط شما بر مردم و نهادها متزلزله و اگر به مخالفان اجازه ابراز عقیده و صحبت داده بشه، اگر ایده ها آزادانه حرکت کنن، اگر مردم اجازه گرد همایی، سازماندهی و بسیج یکدیگر رو داشته باشن، این مسیرها در نهایت باعث مخالفت شدید با حکومت میشن. این افراد با یکدیگر ارتباط برقرار میکنن و مینویسن و نوشته های اونها الهام بخش میشه و چشم اندازی از آینده جدید ارائه میده. اونها نقض حقوق و سوء استفاده از قدرت رو افشا میکنن، چه از طریق عکاسی یا ویدیو.
ویدیوی مهسا امینی بود که در سراسر جهان تنین انداز شد و یک جهش قدرتمند برای این حرکت به وجود آورد. شما نمیتونستین این ویدیو رو ببینید و از آنچه که بر سر مهسا اومد و سرنوشت دردناک این دختر جوان متاثر نشوید. برابر این دولت‌ها قدرت این روایت‌ها و بیان حقایق رو میبینن و متوجه هستن که از لحظه‌ای که این موضوع شتاب میگیره و مردم میفهمن با چه مخاطراتی روبرو هستن و درباره یک حکومت جایگزین میشنون و اینکه چه چیزی رو از دست دادن، اونگاه به خیابونا میان. برابر این حکومت از همون ابتدا تلاش میکنه جلوی اونا رو با سرکوب و زندانی کردن مردم بگیره. اکثر مردم با این کار ساکت میشن. اونا نمیخوان چنین ریسک‌هایی رو بپذیرن و خودشون رو در معرض خطر قرار بدن. و این اثر سرکوب کننده ای داره که باعث محدود شدن گفتمان تحول خواه میشه و این البته روی برنامه ریزی حکومت انجام شده. فکر میکنید که جمهوری اسلامی یا نظام‌های دیکتاتوری این چنینی تلاش میکنند که با سانسور در قدرت بمونن؟ اگر بله، فکر میکنید تا چه حد تا حالا موفق بوده جمهوری اسلامی در موضوع سانسور و برای اینکه در قدرت بمونه؟ من فکر میکنم همه دولت‌ها غریزه برای تداوم خودشون دارن. بخشی از اون مربوط به اینه که قدرت اساساً اغوا کننده است و افراد میخوان قدرت خود رو حفظ کنن. اونها به واسطه حضور در قدرت از نظر سیاسی و مالی سود میبرن. اونها همچنین نگران این هستن که در صورت بیرون رانده شدن از مراکز قدرت چه اتفاقی براشون میفته. ممکنه تحت پیگرد قانونی یا انتقام‌جویی قرار بگیرن. بنابراین انگیزه بسیار قوی برای حفظ خود و حفظ رژیم وجود داره و ما اینو در ایران و در سایر رژیم‌های خودکامه در اطراف دنیا می‌بینیم. اما در مورد ایران فکر می‌کنم دلایل قوی وجود داره که باور کنیم در نهایت این سیستم از بین خواهد رفت. منظورم اینه که آنچه ما در سال گذشته از نظر قدرت این اعتراضات دیدیم، اینکه معترضان چقدر جوان هستند و اینکه این دختران جوان در نسل زد بسیار نترس هستند و واقعاً فرای زندگی امروز خود رو میبینن، همه مشروعیت رژیم رو زیر سوال برده. اونها در حال یافتن راههایی برای دستیابی به مخاطبان در رسانه‌های اجتماعی و ارتباط با یکدیگر و الهام بخشیدن به یکدیگر هستند. اما اگه به بهار عربی نگاه کنیم، متوجه میشیم که این جنبش‌ها همیشه به نتایج دموکراتیکی که مردم به اون امید بستن ختم نمیشن. از این رو من فکر میکنم که مبارزه واقعی در پیش روی ما قرار گرفته. دلایل زیادی وجود داره که باور کنیم رهبران بسیار توانایی در ایران وجود داره. افرادی هستند که با سایر نقاط جهان مرتبط هستند و فکر می‌کنم خود را بسیار منضبط و سنجیده نشون دادن و گمان می‌کنم می‌تونن در موقعیتی باشن که قدم پیش بذارن و کشور رو به سوی آینده جدید و بسیار سعادتمند پیش ببرن. شما به نسل جوان کسانی که به خیابون اومدند اشاره کردید، کسانی که بیشتر جوان هستند. همونطور که میدونید دانشگاه‌ها و مدارس قلب تپنده این خیزش بودند و هر روز در خیابون بودند تا برای حق خودشون بجنگند. در سال گذشته ما شاهد این بودیم که بیشتری از این دانشجویان و دانش آموزان و استادان توسط نظام از کارشون اخراج شدند یا از دانشگاه اخراج شدند یا اجازه رفتن به دانشگاه ندارن. فکر میکنید این چه تأثیری بر آینده ایران خواهد داشت؟ شرایط بسیار سختی را به وجود آوردن و فکر میکنم نه تنها این اساتید بلکه دانشجویان اونها هم از این شرایط رنج میبرن، چون از این اساتید خبره برای غنی کردن زندگیشون و کمک به گسترش جهانبینیشون محروم شدن. اینجا این سوال پیش میاد که این امر چه چیزی رو به کسانی که از مدرسه یا دانشگاه یا سمت هیئت علمی خود اخراج شدن القا میکنه. اونا دیگه سهمی در سیستم ندارن. اونا بخشی از سیستم نیستن. اونا چیز زیادی برای از دست دادن ندارن و در یک بزنگاه این میتونه تبدیل به نیروی محرک برای جنبش مردمی بشه. این میتونه دلیلی باشه که چرا مردم مایلن خود رو اینقدر شجاعانه به خطر بندازن. بنابراین من فکر میکنم که تلاش برای طرد کردن کسانی که به نوعی با اونها مخالف هستن و مانع از برقراری ارتباط با دیگران میشن، میتونه خودش باعث ایجاد همبستگی بیشتر و جنبش رو مصمم‌تر کنه.
شما امسال جایزه آزادی نگارش رو به نرگس محمدی فعال مدنی دادید، کسی که مدت هاست در زندان‌های جمهوری اسلامیه و داره دوباره همین اواخر ما خبرهایی رو داشتیم که برای دومین بار نرگس محمدی در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته به خاطر رعایت نکردن حجاب. فکر میکنید کسانی مثل نرگس محمدی چه تأثیری روی این انقلاب داشتن و اینکه وضعیت نویسندگان در بند و فعالین مدنی در بند رو چطور بررسی میکنید؟ Yeah, I mean it's really remarkable to me somebody like Narges Mohammadi who has این برای من واقعا قابل تقدیره که شخصی مانند نرگس محمدی در راه اعتقاد خود و برای آزادی زنان ایرانی و در کنار سایر زنانی که تحت آزار و اذیت قرار میگیرن چنین فداکاری های زیادی کرده. او زندگی خانوادگی خودش رو رها کرده و در بیشتر سالهایی که دو فرزندش بزرگ میشدن او به سختی قادر به دیدن اونها بوده. در تمام این مدت مدام بازداشت و زندانی شده اما مقهور و ناامید نشده. وقتی از زندان بیرون میاد، وقتی مرخصی داره، وقتی فرصتی پیش میاد، اونو در خیابان میبینید که زنای دیگر رو تشویق میکنه و اونها رو بسیج میکنه و به اونها انرژی، الهام و جهت میده. او حتی در دوران اسارت در زندان بدنام اوین که در بدرفتاری با زندانیان و شکنجه اونها شهر است، دست از مقاومت بر نداشته و در مورد شرایط حضورش در سلول انفرادی مطلب نوشته. دوران زندان اون به طرز باور نکردنی سخت بوده اما روحیه اون به هیچ وجه خدشه‌دار نشده، بلکه برعکس به نوعی اونو به انسانی قوی تر و شناخته شده تر در سطح جهانی تبدیل کرده و این یکی از دلایلی است که ما به پرونده اون توجه ویژه‌ای داشتیم. ما از همسر اون برای دریافت جایزه استقبال کردیم و از فرزندانش شنیدیم که این جایزه برای اونها چقدر ارزش داره و اونها باید چه چیزی رو به عنوان بخشی از مبارزه اون قربانی کنن. و او در این مبارزه تنها نیست. رژیم ایران مردم کشور رو به طور سیستماتیک در چندین دهه هدف سرکوب خود قرار داده، اما مثل اینه که این افراد پوستی از فولاد دارن که در پناه اون میتونن بار دیگه به صحنه نبرد با رژیم برگردن و من فکر میکنم اونها برای هر چیزی آماده هستن و این همون اراده و بینش قویه که انسان رو به سوی یک آینده روشن‌تر هدایت میکنه. Strong will and vision that positions somebody to lead into the future. بکتاش آپتین یکی دیگر از کسانی هست که قربانی نظام جمهوری اسلامی بوده. آقای گنابادی یکی از قربانیان دیگر این نظام و این سانسورها و این زندانی کردنها بوده. کسانی که از طرف انجمن قلم آمریکا قبلا جایزه دریافت کرده بودند. وقتی شما گزارش ها رو در این مورد میخونید، وقتی با این افراد صحبت میکنید، وقتی با کسانی که در زندان هستند شما در تماس هستید، چی فکر میکنید در مورد این وضعیت اسفناکی که جامعه مدنی نویسنده ها و شاعران در ایران دارن تجربه میکنند؟ ما با هر یک از این افراد، نویسندگانی مانند بکتاش آپتین و همکارانش در کانون نویسندگان ایران که به زندان افتادند و فعالانی مانند نرگس محمدی و نسرین ستود سالها کار کردیم. با دیدن عکس‌ها و ویدیوها و پیام‌های خانواده‌شون و خواندن داستان‌های زندگیشون و آثار و نوشته‌هاشون، شما احساس می‌کنید شخصاً اونا رو می‌شناسید. بنابراین این برای شما امری بسیار شخصی میشه. وقتی بکتاش آپتین از درمان مناسب در زندان محروم و به کووید مبتلا شد، ما میدونستیم که زندگیش در خطره و در نهایت اون درگذشت. مرگ اون بسیار متاثر کننده بود. مثل اینه که شما اون رو میشناسین و واقعا به اون اهمیت میدین و اون نماد افراد بسیار بیشتری است که به طور مشابه رنج میبرن. و این واقعیت که رژیم ایران اجازه میده چنین اتفاقی برای کسی که بسیار شناخته شده و نامش در سراسر جهان بر سر زبان‌ها افتاده و جوایز ادبی بسیاری رو برده رخ بده، فقط نوعی بی‌تفاوتی زبونانه و بی‌رحمانه رو نشون میده.
و اینکه رژیم واقعا به اینکه به عنوان سرکوبگر شناخته بشه اهمیتی نمیده، چون در واقع مایل مخالفانش در شرایط وحشتناک در زندان بمیرن. از سوی دیگه میتونم بگم برخی از الهام بخش ترین لحظات کار من در طول سالها امکان ملاقات با اون دسته از زندانیاییه که در نهایت آزاد خواهند شد. منظورم اون دسته از زندانیان ایرانیه که اجازه خروج از کشور رو ندارن. اگرچه من با برخی از اونها که سالها پیش اجازه خروج داشتن ملاقات کردم و این احساس خارق العاده است و شما رو به ادامه کارتون تشویق میکنه. من هنوزم امیدوارم روزی این بخت رو داشته باشم که با شخصی مانند نرگس محمدی آشنا بشم و اون روز فرا میرسه. حمله به سلمان رشدی یکی از مثال‌های دیگری بود که ما می‌بینیم که خطرات یا تهدیدات جمهوری اسلامی داره به بیرون مرزها هم میرسه و آزادی بیان رو در کشورهای دیگه هم به خطر میندازه. چقدر شما نگران هستید از این فعالیت‌ها و تهدیدات جمهوری اسلامی؟ بله، بذارید ابتدا به سلمان رشدی اشاره کنم. او بسیار به انجمن قلم آمریکا و رئیس سابق اون نزدیکه. مورد سلمان رشدی در واقع یک پیروزیه. منظورم اینه که اون از اون حمله‌ای که بسیار بسیار نزدیک بود جانش رو بگیره، جان سالم به در برد و از پس اون بر اومد. او به نویسندگی و سخنرانی عمومی بازگشته و این بیانگر واقعی شجاعت فردی در موقعیت او برای مقاومت در برابر بیش از 30 سال تهدید علیه زندگی و جان اونه که تابستون گذشته به پایان او نزدیک شده بود. بنابراین من فکر میکنم ما باید اذعان کنیم که او چه نمونه فوق‌العاده‌ای از این نوع اراده و شجاعته. با این اوصاف من فکر میکنم هدف قرار دادن اون نوعی دست دراز سرکوب و اختناق رژیم ایرانه که به جوامع آزاد میرسه تا مخالفان خودش رو تهدید کنه. و این فقط سلمان رشدی نیست. افراد دیگری در اینجا در خاک ایالات متحده زندگی میکنن. نویسندگان ایرانی که به اینجا پناه آوردن. کسانی که هدف توطئه آدمربایی و جاسوسی و ارعاب قرار گرفتن. و قبلا اینطور بود که اگه به تازگی از کشور فرار می کردید، خیلی چیزا رو پشت سر خودتون رها می کردید. شاید دیگه خانواده خودتون رو نبینید. نمی تونستین به فارسی کتابی منتشر کنید. اما می تونید به نوعی زندگی جدیدی در جای دیگری بسازید و دیگه نگران امنیت خودتون نباشید. و حالا به طور فزاینده دیگه اینطور نیست. دولت ایران در گستاخی برای عبور از مرز کشورهای دیگه برای ارعاب مخالفان خود و آزار خانواده‌های اونها در ایران تا اینکه اونا رو ساکت کنه از پا ننشسته. حتی اگه اونا کشور رو ترک کرده باشن، احساس نمی‌کنن که میتونن بی‌پروا صحبت کنن، چون ممکنه والدین یا خواهر و برادرهایشون در ایران بهای اونو بپردازن. و بنابراین این چیزیه که من فکر می‌کنم جامعه بین‌المللی میتونه و باید با اون مقابله کنه. برگردیم به فعالیت‌هایی که ده هاست انجمن قلم آمریکا داره انجام میده، حمایت از آزادی بیان و نویسندگان در سراسر جهان. تا حالا چه حمایت‌هایی رو انجام داده انجمن قلم از نویسندگان و فعالان مدنی داخل ایران؟ در مورد ایران سخته. ما با افراد داخل ایران، اعم از مخالفان و نویسندگان و همچنین خانواده‌ها، وکلای اونها و سخنگویان اونها ارتباط برقرار میکنیم. ما سعی میکنیم بسیار محتاط و مراقب باشیم تا مطمئن بشیم کاری که انجام میدیم مفید خواهد بود. خانواده و فرد مربوطه حمایت بین المللی رو میخوان و میخوان که نام و پیامشون شنیده بشه. در برخی موارد تلاش هایی برای تماس های غیر مستقیم با اونها وجود داره و ما به اون ارج میذاریم. اما ما هم در سطح خودمون تلاش میکنیم تا آزادی نویسندگان و مخالفان زندانی را تضمین کنیم و اطمینان حاصل کنیم که با آنها در زندان رفتار بهتری صورت میگیره و اینکه برخی از بدترین موارد نقض حقوق انسانی علیه اونها صورت نگیره. نام این افراد شناخته شده است و اگر اتفاقی برای اونها بیفته، ما اون رو منعکس و رژیم رو پاسخگوی اون میدونیم. ما برای فعال کردن جامعه بین المللی در واشنگتن و پایتخت‌های سراسر جهان در سازمان ملل کار میکنیم تا ایران رو در کانون توجه قرار بدن. ایران عمیقاً به وجهه
بین المللی خود اهمیت میده. اگرچه ممکنه انتقادهای ایالات متحده رو رد کنه، اما به اون چه که در سازمان ملل درباره رفتارش مطرح میشه بسیار توجه داره. ما در مورد رفتار با بکتاش آبتین و دیگر مسئولان انجمن نویسندگان ایران که در زندان بودن به سازمان ملل شکایت کردیم و پاسخی بسیار طولانی از سوی دولت ایران به مکانیزم بازرسی سازمان ملل در مورد اون داده شده بود. بنابراین نشون میده که اونها توجه میکنن، اهمیت میدن و این یک منبع فشار روی اوناست. ما همچنین به نوعی فراتر از سطح فردی کار میکنیم تا نه تنها سرکوب بلکه شجاعت و شخصیت‌های مانند نرگس محمدی رو مورد توجه قرار بدیم. این میتونه در خدمت پیشبرد اهداف اونها و نیروی الهام بخش باشه. ما سعی میکنیم این پیام رو به افراد تاثیرگذار در سراسر جهان برسونیم، به کسانی که از انسان‌هایی که به خاطر آزادی بیان رنج میبرن و مقاومت خودشون رو نشون میدن حمایت کنیم. من میخوام که یک هم روی خبرنگاران هم تمرکز بکنم، چون آزادی رسانه بسیار معدود هست در ایران، یعنی که هیچ آزادی بیانی وجود نداره و رسانه ها خبرنگاران در واقع آزادی عمل ندارن. همونطور که میدونید تو خبرنگاری که درباره مرگ مهسا امینی گزارش دادن، کسانی مثل نیلوفر حامدی هنوز در بند هستند. چطور میتونید کسانی مثل نیلوفر حامدی رو همراهی بکنید و با کلن دیگر انجمنهای حقوق بشری، دفاتر حقوق بشری کار بکنید که در مورد این موضوع هم بیشتر توجه بشه؟ بله، ما این کار رو انجام میدیم. منظورم اینه که ما با سازمانهای همکار و شریک، از جمله سازمانهای روزنامه نگارانی که با همتایان خود همبستگی میکنن، کار میکنیم. روزنامه نگاران کسانی هستن که به جرم انجام وظیفه در زندان رنج میبرن، اما این مربوط به جامعه جهانی هم میشه که با دسترسی به اطلاعات بدونن در کشوری مانند ایران چه میگذره. این ارتباط تقریبا به طور کامل قطع شده. عملا هیچ خبرنگار خارجی که در حال حاضر بتونه آزادانه در داخل ایران فعالیت کنه وجود نداره. روزنامه‌نگاران مستقل ایرانی سرکوب و ساکت شده و به زندان افتادن. چشم‌اندازی که ما داریم و اطلاع از آنچه که در داخل ایران میگذره واقعا به محاق و سکوت فرو رفته و این در سطوح مختلف خطر و گمراه کننده است. بنابراین کار با ایرانیان تبعیدی که با داخل ایران ارتباط دارن و فیلم و ویدیو میگیرن میتونه واقعیات جامعه ایرانی رو آشکار کنه و این بسیار برای ما مهمه. بسیاری از اخباری که در مورد اعتراضات سال گذشته میدونیم از سوی این افراد به بیرون درس کرده، افراد شجاعی که ریسک گرفتن فیلم با تلفن همراه رو به جون خریدن و اون را با خطر بزرگی برای خود به بیرون مخابره کردن و این همین کاریه که جامعه خلاق ایرانی سالها مجبور به انجام اون بوده. یادم میاد که جعفر پناهی فیلم را در یک کیک تولد در یک کارت حافظه قرار داد تا راهی برای معرفی اون به جهان باشه. بنابراین مردم ایران ناچار بودن بسیار خلاق باشن تا بتونن اخبار جامعه خودشونو بازگو کنن و بر واقعیات اون نور بیافکنند. شما با دولت‌ها کار میکنید تا بتونید در کشورهای مختلف به آزادی بیان، به حق آزادی بیان کمک بکنید و دفاع بکنید از آزادی بیان. فکر میکنید دولت‌ها چطور میتونن کمک بکنن تا به زنان ایران هم کاری بکنند یا کمک بکنند که زنان ایران به خواسته خودشون برسند؟ دولت‌های خارجی توانایی‌ها و اهرم‌های زیادی برای برخورد با رژیم ایران دارند. این رژیم با غرب همکاری خوبی نداره. تنش‌های زیادی بین ایران با غرب وجود داره. تلاش مستمری برای احیای توافق هسته‌ای در جریانه. اما از نظر من نکته مهم اینه که دولت‌ها باید حقوق بشر رو به عنوان بخشی از چشم‌انداز این رابطه به رسمیت بشناسن و باید در جای مناسب نمایندگان مخالفان رژیم صحبت کنن. سال‌ها بحث هایی وجود داشته که آیا این نوع حمایت از جنبش های داخل ایران که ظاهرا با غرب همسو هستند اونا رو بی‌اعتبار میکنه؟ به طور مثال دادن فناوری های اینترنتی یا ابزارهای دیگه به مردم ایران که بتونن با دنیای خارج در ارتباط بمونن. من فکر میکنم باید نسبت به اون حساس بود و ارتباطات مستقیم با مردم ایران رو توسعه داد و حفظ کرد تا شما بدونید چگونه میتوان به بهترین شکل از این جنبش ها بدون دخالت
دخالت در اصالت اونها حمایت کرد. منظورم اینه که اینها جنبش‌هایی نیستن که در خارج از کشور ساخته و پرداخته بشن. بنابراین فکر می‌کنم فقط جهان باید از اون حمایت کنه و نام مبارزان ایرانی رو به زبون بیاره و شجاعت اون صحبت کنه. این کمک می‌کنه تا اطمینان حاصل کنیم دولت ایران از عواقب بدرفتاری با کسانی مانند نرگس محمدی بترسه و قطعاً نقشی برای دولت‌ها در اعمال فشار وجود داره. و در آخر اگر پیامی دارید با کسانی که شما رو در حال حاضر می‌بینند، ما از شما می‌شنویم. ما مشتاق همکاری با هر کسی هستیم که از آزادی بیان و آزادی تشکل در داخل ایران حمایت می‌کنه. بنابراین اگر به فعالیت‌های ما علاقه من هستید، به شما توصیه می‌کنم به وبسایت ما مراجعه کنین و ما از حمایت و مشارکت شما بسیار سپاسگزار خواهیم بود. ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.